دوستان عزیز، واقعا امشب خیلی مفتخریم و خیلی خوشحال هستیم که مهمان عزیزی خانم دکتر فروغ ثانعی رو داریم در جمع ما و سعی کردیم از بیوگرافی ایشون که به انگلیسی بود مطالبی رو به فارسی برای شما عزیزان بگوییم. خانم دکتر فروغ ثانعی سوئیس، ایشون یک جامعه شناس ایرانی کانادایی، مدرس، مدیر و مربی مهارت‌های زندگی هستند. ایشان در رابطه درمانی ایماگو که پایداری زندگی هست، کار با تروما و صلح درمانی آموزش دیدند و به همراه همسرشان ریموند مشاور خانوادگی هستند و افرادی را با مسائل و نگرانی‌های مختلفه می‌بینند و زوج درمانی را انجام می‌دهند. خانم دکتر فروغ در رشته جامعه شناسی در دانشگاه ملی ایران فارغ التحصیل شدند و به دلیل کسب مقام برتر در کلاس خود از ملکه دیبا جایزه دریافت کردند. ایشان مدرک کارشناسی ارشد خود را در آموزش بین فرهنگی در دانشگاه آلبرتا در ادمنتون کانادا دریافت کردند. مدت 10 سال در آفریقا زندگی کردند، در کشور سوازیلند، لوسوتو، زامبیا، جایی که مدیر مدرسه ویلیام ماسراها بودند، کار کردند و از سال 1994 به همراه همسرشان ریمون و فرزندان به مجارستان رفتند. خانم دکتر فروغ ثانعی در حال حاضر مدیر پروژه های توسعه بنیاد وحدت در تنوع در مجارستان هستند که به رسمیت شناخته شده است. ایشان شهرت جهانی دارند به عنوان مدیر عامل پروژه داستان شما که با مادران کولی، روما و سایر زنان محروم برای بهبود سواد و مهارت‌های زندگی خود کار می‌کنند تا بتوانند در آموزش فرزندان خود بهتر عمل کنند. پروژه داستان شما در خارج از مجارستان نیز گسترش یافته است و زندگی صدها زن رومی و فرزندان آنها را در اسلوواکی، رومانی، مقدونیه، آلبانی، بلغارستان، جمهوری چک و کوزوو متحول کرده است. به خاطر کمک قابل توجه در جامعه در سال 2015 جایزه برنامه آموزشی و در سال 2016 جایزه برای ابتکارترین کار با روما خانواده کولیان برای مقابله با تبعیض دریافت کردند. ایشان سخنرانی های خود را در سازمان ها و آژانس های دولتی در مجارستان، بروکسل، براتیسوالا، سوفیه، لاهه با موضوعات زنان، رشد کودک در اوایل دوران کودکی و چالش های بین فرهنگی ارائه دادند. از طرف گروه به ایشون خیلی خیلی خوش آمد میگوییم امشب و واقعا خوشحال هستیم که ایشون رو در جمع داریم و امیدواریم که تونسته باشیم از بیوگرافی انگلیسی ایشون حق مطلب رو ادا کرده باشیم. بفرمایید خانم دکتر ثانعی، خیلی خوشحالیم. الله و وفا دوستان عزیز، باعث افتخار منه که امشب در خدمت شما عزیزان باشم و بسیار بسیار سپاسگزارم از گروه درگاه دوست برای دعوت صمیمانه‌شون و به همچنین امشب خیلی خیلی خوشحال شدم که تونستم خیلی از اقواممو که شاید 30-40 سال ندیده بودم اقلا این موهبت رو پیدا کنم که امشب در اقلا صورتشون رو ببینم و باهاشون چند کلمه ای صحبت کنم. موضوع صحبت امشب ما بررسی عوامل یک زندگی سالم و اصول یک زندگی سالم خواهد بود.
البته همونطور که ذکر شد، اینها همه نظرات فردی و استنباطات شخصی من هست از آثار مبارکه بهایی و همچنین فرایندهای علوم اجتماعی و روانشناسی، و خیلی مشتاق هستم که در قسمت دوم این برنامه بتونم به نظرات شما عزیزان هم گوش کنم که فی‌الواقع بتونیم یک دیالوگی داشته باشیم. در قسمت اول قصد دارم که به طور کلی در زندگی و در خلقت به دنبال کشف این دیالوگ و گفتمان باشیم، و در قسمت دوم نقطه نظر رو تمرکز میدیم در دیالوگ بین انسان‌ها و به خصوص در ازدواج و در خانواده. وقتی که در خلقت نگاه می‌کنیم و کارکرد عالم رو می‌بینیم، می‌بینیم که همه چیز با یک نظم بسیار عالی در حرکت و در ارتباط هست. اصلاً اصولاً این حرکت و ارتباطات که زندگی رو مهیا میکنه. همه چیز با ارتباط دو جزء کوچک شروع میشه. چه دو سلول، چه دو پروتون، به هر حال دو عنصر با هم مرتبط میشن و یک واحدی رو تشکیل میدن و این واحد خودش دوباره با واحدهای دیگه و اجزای دیگه در ارتباط میفته و همینطور این ارتباطاته که پیش میره و زندگی رو میسازه. هرچه که علم و دانشمون هم بیشتر میشه، به این ارتباطات و اهمیت اونها بیشتر واقف میشیم. در گذشته مثلا فکر میکردیم که چندان ارتباطی بین مادیات و روحانیات نیست، و یا اینکه دین و علم دو حقیقت مستقل هست. حتی در فیزیک الان به این نتیجه رسیدیم که فی‌الواقع مادیاتی در کار نیست و همه این ارتباط بین پروتون هاست که با یک نیروی نادیدنی اینها رو به حرکت در میاره و انرژی که از یک سطح به سطح دیگه تبدیل میشه. در آثار امری هم اجازه بدین که من این رو با شما شیر کنم که بتونیم در آثار امری هم اینو نگاه کنیم. حضرت عبدالبها می فرمایند که جانم نشون داده نمیشه؟ بله دیده میشه. اگه بزنه توی اون سلاید شو که قشنگ بزرگتر نشون بده. مرسی. سعی کردم ولی مثل که کار نمیکنه. اوکی الان شد. مرسی. حضرت عبدالبها میفرمایند که طبیعت عبارت از خواص و روابط ضروری است که منبعث از حقایق اشیاء است، و این حقایق کائنات هرچند در نهایت اختلاف است ولی در غایت ارتباط. همین مبحث دیالوگی هست که می‌بینیم در بطن طبیعت نهفته شده. یعنی حتی حقایق کائنات که در نهایت اختلاف هستند، وقتی که در ارتباط با هم میان، طبیعت و خلقت ایجاد میشه. درست همین تعریف رو در دیانت باهایی برای دین میخونیم که میفرمایند دین عبارت است از کشف این روابط، کشف این روابط ضروریه منبعث از حقایق اشیا. و درست همین تعریف برای علم و دانش هم به کار برده شده. یعنی علم هم عبارت است از کشف این روابط ضروریه منبعث از حقایق اشیا. بنابراین رابطه و روابط به نظر میاد که اصل اساسی در زندگی و زنده بودن هست.
یعنی که اگه برای یک لحظه این روابط از هم جدا بشه یا وقفه‌ای خدشه‌ای در این روابط پیش بیاد، این از زنده بودن خارج میشه. حضرت عبدالبها در این مورد میفرمایند که هر ضرری از افتراق حاصل گردد، یعنی از جدایی، اما از اقتران یعنی ازدواج یا پیش هم آمدن، اقتران کائنات همواره نتایج ممدوحه حاصل شود. اقتران در ذرات موجودات سبب ظهور فضل و موهبت رحمان است و هرچه رتبه بالاتر رود اهمیت اقتران از این تر گردد. وقتی که به جسم خودمون نگاه میکنیم، مثلا میبینیم که همین این دیالوگی که مثلا نفس کشیدن خودمون که واقعا اولین نشونه زنده بودنمون هست، این هم خودش یک دیالوگی داره. همینطور که نفس رو فرو میدیم و بازدم میدیم، وقتی که این هوا به شش ها میرسه، درست همینطور دوباره یک بدبستانی در کار هست. وقتی خون وارد دریچه های قلب میشه و پاک شده و از دریچه های دیگه خارج میشه، باز هم میبینیم که یک بدبستانی در کار هست. ببخشید این باتری. و هرچه که این ارتباطات وقتی که در درجه خلقت بالا میره، همینطور که میخونیم، اهمیتش و پیچیدگی این ارتباطات بیشتر میشه تا اینکه به انسان میرسه. در مورد انسان نه تنها پیچیدگی این روابط بیشتر میشه، بلکه یک بعد جدیدی هم بهش اضافه میشه و اون بعد آگاهی و انتخاب و اختیار هست. یعنی اینکه انسان تنها موجودیه که میتونه در این ارتباطات خودش اراده داشته باشه، میتونه اینها رو سالم نگه داشته باشه یا اینکه اینها رو دچار دچار اشکال و مریضی بکنه. مثلا ببینیم در دیالوگی که با روح خودمون داریم، در آثار امری میخونیم که این یک امر بدیهی است که وقتی تفکر میکنید شما با روح خود صحبت میکنید. در این حال از روح خود سوالاتی میکنید و روح جواب میدهد. نور میتابد و حقیقت آشکار میشود. باز میبینیم که اینجا یک دیالوگی هست با روح خودمون، یعنی وجدان خودمون. اگه دیالوگ سالم باشه ندای وجدان رو میشنویم، ولی اگه فقط مونولوگ باشه ندای وجدان رو نمیشنویم. و این دیالوگ خیلی مهمه که به طور سالم بتونه در ارتباط باشه. باز میبینیم که میفرمان انسان ممکن است که با نفس خود مکالمه کند و بگوید آیا این کار را بکنم؟ آیا برای من خوب خواهد بود که این کار را انجام دهم؟ این چنین است مکالمه با نفس عالی. یعنی نفس فانی و نفس عالی که در وجود هر بشری هست هم در یک دیالوگی هستند. و چه خوب که این دیالوگ را سالم نگه داشته باشیم که تا بتونه انسان موفق به زندگی سالم باشه. وقتی که میبینیم در ارتباط با جسممان، مثلا آیا در یک دیالوگ سالمی هستیم که به ندای جسم هم گوش میدیم، در ارتباط با جسم خود هستیم، و یا اینکه در یک مونولوگی هستیم که آنچه میخواهیم با این جسم بیچاره میکنیم، مثلا از پرخوری گرفته تا خوردن انواع اقسام غذاها و مشروبات مضر و مخدر، و یا اینکه با انجام دادن کارهای فراوان از میان روی گذشته، از تعادل خارج شده، انواع اقسام استرس و مریضی ها رو ایجاد میکنیم در جسم خودمون. آیا در دیالوگ با خالق خود در چه حال هستیم؟
آیا به ندای الهی، ندای خالق خودمون که از طریق پیامبران به ما پیامها، تعالیم، احکام میرسونن، به آن به ندای خالق خودمون گوش میدیم، یا اینکه در یک مونولوگی هستیم که اگر هم در ارتباط با خدا هستیم فقط به لیست خواهش‌ها و تقاضاهای خودمان تمرکز داریم. در دیالوگ با محیط زیست در چه حال هستیم؟ آیا به آن اهمیت می دهیم؟ آیا ندای محیط زیست رو می شنویم؟ آیا احترام به خاک و آب و گل و گیاه و درخت و زنده نگه داشتن محیط زیست رو در دیالوگ هستیم با اون؟ و یا اینکه در یک مونولوگی هستیم که دوباره آنچه می کنیم که به نفع خودمونه و هیچ ارتباطی به ندای طبیعت نداره؟ در دیالوگ با محیط اجتماعی در چه حال هستیم؟ آیا با افراد مختلف از نژادهای مختلف، از ادیان مختلف، از اقوام مختلف، آیا با همه در یک دیالوگ هستیم، در ارتباط هستیم؟ و یا اینکه در پرتگاه تعصب و دریای خودمرکزی افتاده ایم و در ارتباطات خودمون با بقیه کاهش داریم؟ آیا در ارتباطاتمون، ارتباطات لفظی و کلامی با نزدیکان در چه حال هستیم؟ در خانواده چگونه به گفتگو میشنویم و چگونه میگوییم و چگونه میشنویم؟ یکی از اساسی ترین اهداف دیانت بهائی وحدت و ترقی عالم انسانی است و حضرت بهاءالله وسیله رسیدن به این وحدت و ترقی رو هم به ما نشون دادن و اسم مشخصی هم داره و اون مشورت هست. و در تعالیم بهائی ما خیلی با این کلمه مشورت روبرو میشیم و شاید هنوز به اهمیت اون پی نبردیم. در اینکه حضرت بهاءالله میفرمایند که هیچ سعادت و رفاهی به دست نیاید مگر از طریق مشورت. یعنی اصلا ممکن نیست که ما بتونیم ترقی کنیم و پیشرفت کنیم و خوشبخت باشیم به طور کلی بشریت بدون اینکه ما یاد بگیریم که مشورت کنیم. و بعد در جای دیگه میفرمایند که در جمیع امور مشورت لازم است. باید بر این موضوع مصرراً تأکید نماییم تا جمیع به مشورت متمسک شود. چه که موجب آگاهی و بیداری و منشأ خیر و سعادت بوده و خواهد بود. من فکر می‌کنم که دیگه از این بیشتر تأکید نمیشه کرد که چقدر این شور و مشورت و این دیالوگ و گفتمان انسانی در جامعه و در خانواده مهم هست. ولی وقتی که در هر جا در مشورت صحبت میشه، حضرت بهاءالله یک بعد بسیار مهم و جالبی رو به اون اضافه میفرمایند و میفرمایند که آسمان حکمت الهی به دو نیر روشن و منیر، مشورت و شفقت. یعنی مشورت بدون شفقت کامل نیست. این چیزی که در این دور ما به اون داریم پی میبریم که مشورت فقط اشتراک عقاید و نظرات نیست، بلکه باید در اون شفقت هم باشه. و از بیت رد لعظم مکتوبی هست که میفرمایند در ازدواج چقدر این مشورت مهمه و میفرمایند که مشورت توأم با شفقت باید
اصل اساسی رابطه زناشویی باشد. حالا کمی غور کنیم و بررسی کنیم ببینیم این مشورت توأم با شفقت در ازدواج چه معنی داره و چطوری ما میتونیم این رو به کار ببریم. یکی از خصوصیات گفتن در یک دیالوگ سالم این هست که توجه کنیم به وقت و شرایط شنونده. دوباره از حضرت بهاءالله هست که از برای هر کلمه روحی است. لذا باید مکلم و مبین ملاحظه نماید و به وقت و مقام کلمه القا فرماید. یعنی اینکه هر وقت که یک چیزی اذیتمون میکنه یا ناراحت هستیم یا یک چیزی میخوایم راجبش صحبت کنیم، به جای اینکه یک دفعه بریم به طرف همسر و شروع کنیم راجب یک ناراحتی یا دلشکستگی یا مشکلی صحبت کنیم، احترام بذاریم به وقت و شرایط شنونده. بپرسیم آیا این وقت خوبیه که ما بتونیم با هم صحبت کنیم؟ آیا آمادگی دارین که من راجب یک مسئله مهم با شما صحبت کنم؟ یکی از دیگه از خصوصیات کلام مشفقانه اینه که از کلمات گرم و محبت آمیز و اقلن محترمانه استفاده کنیم. دانای آسمانی می فرماید گفتار درشت به جای شمشیر دیده می شود و نرم آن به جای شیر. یعنی وقتی کلمات شاید زشت یا کلمات سخت به کار میبریم، غیر محترمانه به کار میبریم، این به جای شمشیر دیده میشه. یعنی در جسم و جان طرف مقابل جای بسیار بدی خواهد داشت، اثرات بدی خواهد داشت. باز می فرمایند که از لعن و طعن و ما یتکدر به الانسان اجتناب نمایید. یعنی از آنچه که باعث کدورت روح دیگری می شود سعی کنیم اجتناب کنیم. و باز لسان شفقت جذاب قلوب است و مائده روح و به مثابه معانی است از برای الفاظ. یعنی اصلا کلمات رو معنی میده. وقتی که لسان محبت آمیز باشه و محترمانه باشه. اگر لسان محترمانه و محبت آمیز نباشه، دقیقاً در طرف مقابل احساس دفاع و نزاع به وجود میاره و اثری رو که ما میخوایم نخواهد داشت. دیگه از خصوصیات کلام و گفتمان مشفقانه اینه که کلام مختصر و واضح. انواع و اقسام مشکلات رو با هم قاطی نکنیم، تاریخ‌های مختصر متوالی ندیم. مختصر باشیم، مختصر صحبت کنیم و واضح و در هر موردی فقط راجع به یک مسئله صحبت کنیم. باز از آثار هست که می‌فرمایند حسن عبارات و اعتدال در ادای معانی و کلمات لازم. بیان اگر به اندازه گفته شود رحمت الهی است و اگر تجاوز نماید سبب و علت هلاک. بنابراین بیان و گفتن و واضح گفتن رحمت الهی است، ولی اگر زیاده روی کنیم و تکرار مکررات و تجاوز نماید سبب و علت هلاکت اون ارتباط خواهد شد. ساختار بنابراین فقط برای این که اینو مختصراً ذکر کنم که بنابراین ساختار یک دیالوگ سالم در خانواده اینه که از دو عنصر مختلف
ساخته شده، یکی زن و یکی مرد، و این هر دو از یک دو دنیای بسیار مختلف میان. بنابراین از دو عنصر مختلف شروع میشه و از ارتباطی هماهنگ بین اینها و مساوی، محترم و محبت آمیز. این فقط به طور خلاصه ساختار یک دیالوگ سالم. حالا ببینیم اگه این هر وقت مشکلات و امراض و مسئله پیش میاد، از دیالوگ به مونولوگ رسیدیم. حالا یک نگاهی بکنیم ببینیم مونولوگ بین در خانواده چطور خواهد بود، یا کلام غیر مشفقانه چی هست. لحن توهین‌آمیز و کلمات زشت. حضرت بهاءالله می‌فرمایند که به راستی می‌گویم غافل‌ترین عباد کسی است که در قول مجادله نماید و بر برادر خود تفوق جوید. یعنی هر وقت که می‌خوایم ثابت کنیم که ما درست می‌گیم، به بگو مگو میفتیم، از دیالوگ خارج میشیم و به مونولوگ میرسیم. هر وقت که لحن توهین‌آمیز و کلمات زشت داریم استفاده میکنیم، وارد مونولوگ هستیم، یعنی خودمون رو بالاتر از دیگری میبینیم. هر وقت که انتقاد میکنیم یا برچسب میزنیم، مثلا میگیم تو تنبلی یا بی محبتی یا هر نوع برچسبی که بر انسان دیگری میزنیم، این وقتیه که ما واقعا غافل هستیم و احساس برتری بر دیگری میکنیم و این خودش یک مونولوگه. وعظ کردن، تعلیم دادن، تجزیه و تحلیل کردن دیگر، اینا چیزاییه که ما هر روز در دفترمون باهاش مقابل هستیم و میبینیم که متاسفانه خیلی خیلی در ازدواج ها این لحن و این مونولوگ استفاده میشه و چقدر باعث تأسفه، به خاطر اینکه خیلی از روابط رو همین این صحبت های غیر مشفقانه، همین مونولوگ ها خراب میکنه. مثلا سرزنش کردن یا منفی بافی کردن، فقط منفی ها رو دیدم، خوبی ها رو ندیدم. طعنه زدن، تهدید کردن، اخطار دادن، پرحرفی کردن، زیادگویی، تکرار، حقیر کردن، احساس گناه دادن و یا شرمنده کردن. تمامی اینها هرچند که خیلی مرسوم هست متاسفانه، ولی همه سخن از تمامی یک دیالوگ میکنه. یعنی اینکه از دیالوگ انسانی خارج شدیم، دیالوگی که باید احترام درش باشه، تساوی باید درش باشه، محبت باید درش باشه، و به یک مونولوگ رسیدیم. این خیلی جالبه که بیت العظم در مکتوب 2015 می نویسند که عادات متداول، همونطور که گفتم همین خیلی مرسومه، انتقاد کردن، سرزنش کردن، منفی بافتن، تمام چیزهایی رو که صحبت کردیم، این عادات متداول، رسوم سنتی و شیوه های ابراز و بیان مستعد تغییر می شوند. ببخشید. یعنی اینها باید تغییر کنند که نشانه های ظاهری یک تقلیب باطنی پرمعناست. که تدریجاً به ویژگی های برجسته فرهنگی پویا تبدیل می شود. یعنی این عاداتی که همه ماها داریم و متاسفانه از گذشته با خود آورده ایم، در این دور جدید دیانت بهایی باید عوض بشه. باید شیوه های ابراز و بیان جدید یاد بگیریم. هممون باید این مهارت ها رو یاد بگیریم.
و اینها همین که زبان و بیان تغییر پیدا میکنه، اینا خودش نشانه های یک تقلیب باطنی هست. یعنی از طریق عوض کردن لحن و کلمات و اصول صحبت ما میتونیم خودمون رو در درون عوض کنیم و بتونیم در جامعهمون یک فرهنگ جدید به وجود بیاریم. حالا یک کمی نگاه کنیم همچنین به شاخصه های گوش دادن با شفقت. یکی از شاخصه های گوش دادن در دیالوگ سالم صرف وقت و توجه کامل هست. یعنی اینکه وقت بذاریم برای همسرمون. این وقت یه چیزی شده که در دنیای امروز خیلی کمه. هیچ کس وقت نداره. ولی برای داشتن یک خانواده سالم، برای داشتن یک ازدواج سالم، ما احتیاج به وقت داریم. احتیاج به وقت داریم که بتونیم با هم مشورت کنیم. احتیاج به وقت داریم که بتونیم مشکلاتمون رو حل کنیم و گوش کنیم به حرف همسر. دیگه از شاخصه های گوش دادن طرز گوش دادن از طریق بادی لنگویج، یعنی از طریق طرز نشستن، نگاه کردن به چشمان همسر، نگاه به صورت، صورت باز و کنجکاو. یعنی اینکه مثل اینکه به یک مملکت جدیدی میریم و خیلی کنجکاو هستیم و مشتاق هستیم که ببینیم در این مملکت چه میگذره، چه جریاناتی در کار هست، چه سنت هایی هست. همینطور وقتی گوش میدیم به همسر، این کنجکاوی رو داشته باشیم که درک کنیم که در دنیای همسر چه میگذره و مطمئن باشیم که دنیای او با دنیای ما متفاوت است و این احترام رو داشته باشیم و این کنجکاوی و بازی رو داشته باشیم که بتونیم درک کنیم دنیای همسر رو. دیگه از شاخصه های گوش دادن با شفقت اعتبار دادن و احترام به تجربه، احساس و یا نظر دیگری است. یعنی که اگر نظر و احساس و تجربه دیگری با ما فرق داره، قرار نیست که ما اون رو تحقیر کنیم، قرار نیست اون رو مانع گفتنش بشیم، قرار است که به اون اعتبار بدیم و نه تنها اعتبار و احترام بدیم، بلکه درکش کنیم و همدلی کنیم با اون. امپاتی از شاخصه های بسیار بسیار مهم گوش دادن هست. حضرت عبدالبها همچنان که مثال اعلای ما هستند در تمامی موارد زندگی، در مورد گوش دادن هم ما میتونیم خیلی چیزها از ایشون یاد بگیریم. در کتاب درگاه دوست، نویسنده کتاب در حضور حضرت عبدالبها بوده و با ایشون صحبت میکرده و این چنین توصیف میکنه هنر گوش دادن حضرت عبدالبها. می نویسه که بسیاری را شنیدم که مستمعین خوبی هستند، ولی هرگز چون هیکل مبارک مستمعی نیافتم. مانند این بود که گوینده و شنونده یک نفر بودند. ایشان چنان خود را با گوینده یکی می دانستند که گویی دو روح به یکدیگر اتصال یافته. میتونیم به کیفیت رابطه حضرت عبدالبها با هر کسی که با ایشون به سخن می نشست پی ببریم. و ادامه میده که در اثر تشویق هیکل مبارک، گوینده آنچه داشت ابراز میکرد و هر چه در بطون روح و قلبش برای مدت ها پنهان مانده بود ظاهر میساخت.
و همین که از کلمات خالی می‌گردید، حضرت عبدالبها فوراً به جواب بر نمی‌خواستند. سکوت می‌فرمودند، وعظ نمی‌کردند، نصیحت نمی‌نمودند. همگاه در حین مفاوضه و تماس در جستجوی روح بودند و می‌خواستند جوهر و حقیقت هر نفسی را برون آورند. یعنی کاملا ارتباطی برقرار بوده که انسان احساس میکرده که کاملا درک شده. خانم دکتر صانعی، پیشنهاد میکنم اگر احتیاج به استراحت دارید میتونید 10 دقیقه استراحت بکنید. هنرمندانی داریم که موسیقی اینجا مینوازن، هم از اونا استفاده بکنیم و شما هم استراحتی بفرمایید اگر لازم هست. الان من دیگه به تقریبا انتهای صحبت رسیدم، بعد میتونیم یک بریکی بگیریم. خیلی ممنونم. بفرمایید. خیلی ممنون از لطفتون. مرسی. من فقط دلم میخواد که با این بیان حضرت بهاءالله صحبتم رو به انتها برسونم و اون که می‌فرمایند از برای هر امری مقام کمال و بلوغ بوده و خواهد بود. بلوغ و ظهور خرد به مشورت ظاهر. یعنی اینکه ما اگر به طور کلی بخوایم به بلوغ برسیم و به دانش، به خرد، به عرفان برسیم، فقط و فقط از طریق مشورت میتونیم به اون برسیم. خیلی ممنونم از توجه شما عزیزان و معذرت میخوام که یه چیزی مثل این که رفت توی گلوم سرفه میکردم. خیلی مشتاقم که نظرات شما عزیزان رو بشنوم و واقعا بتونیم یک دیالوگی داشته باشیم.